دوستان آقا چطوری؟ من بالاخره این لایسنس لعنتی رو گرفتم. همونطور که میدونید تقریبا هفته پیش من چیز گرفتم، ماشینم رو خریدم، همونطور که میدونم اون پشت فرمونم و قاعدتا نباید فیلم برداری کنم از خودم، ولی خب به رفیقم به رومیتم گفتم که ویدیو بگیری ازم که خیلی تازه و سریع بهتون بگم که آقا لایسنسم گرفتم بالاخره. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما اول یه دونه نالج تست میدین، یه دونه ریتن تست که باید بریم اونجا همه اطلاعات، مثلا همون آیین‌نامه خودمون دیگه، آیین‌نامه خودمون رو میدین و بعدش باید یه دونه بیهایند دی ویل تست بدین، همون حضور چی میگم بهش، همون حضوری دیگه، پشت فرمون میرین امتحان میدین، اونم باید برین انجام بدین که من امروز بالاخره رفتم و گرفتم. حالا میخوام بهتون توضیح بدم که این پروسسش چجوریه. اول از همه باید یه اپوینتمنت بگیرین، یه اسکیجول کنین اپوینتمنت رو بریم بگیرین و اکثرا اون دی ام وی که نزدیکتونه برین که راحت سری کار رو تموم کنین دیگه. بعد بذار من اینجا رد شم، اینجا خطریه. یه قانون خیلی باحال که اینجا داره، چراغ که قرمزه شما میتونید سمت راست بپیچین، خیلی باحاله که اصلا ایران اینجوری نیستش. خب اول یه دونه اپوینتمنت باید اسکیجول کنین، بعدش وقت تایمش که شد میدین اونجا حتما رجیستریشن پرمیت و اینشورنس باید همراهتون باشه، فارسیش میشه بیمه، کارت ماشین و اون اجازه رانندگی پرمیت که وقتی که تست رو قبول میشین، تست نالج و ریتن تست رو قبول میشین بهتون یک کاغذ میدن، اونم باید ببرین. بعد میرین اونجا رجیستر میکنید، وقتی رجیستر شده میرین داخل ماشین منتظر میمونید که اون افسر بیاد. افسر که میادش یه سه بعد مثلا همون برین شروع کنید رانندگی، تقریبا مثل همون رانندگی تو ایرانه، مثل تست رانندگی، فقط 5 نفر نمیشن تو پشت ماشین دونه دونه انجام میدید با ماشین خودتون. فرقش با ایران اینه که باید ماشین خودتون، حتما ماشین خودتون نه، خودتون باید ماشین بیارین و یعنی ماشین اووردن پای شماست، مثل ایران نیستش که با ماشین مثلا اونجا چیز کنین، با ماشین خودتون میرین منتظر میمونین، تست رو شروع میکنین، اون کسی که بغلتون میشینه افسر بهتون دایرکشن میده، بهتون میگه سمت راست برین، سمت چپ برین، کجا برین، کجا بیاین. و اینکه بعد از اون وقتی همین رو انجام دادین میگه که اینجا پارک کن، بعدش میگه که بکاپ کن، یعنی دنده عقب بگیر، موقع دنده عقب حواستون باشه حتما باید دستتون بره این پشت و اینکه اون حرکت رو انجام بدین. یه قسمت مهمه دیگه، وقتی که سیگنال میدین، وقتی که راهنما میزنین حتما باید اینجوری از شونتون هم نگاه کنین واسه بلایند اسپات ها، نقطه کور. و اینکه Do you have any other points? Like I'm just telling them the points. Do you have any other points? I don't know what you said. So I'm just telling them the blind spot, like you have to check over your shoulders. Oh, all the buttons? No. Like when you're giving signals, uh-huh. You have to check over your shoulders too. Mm-hmm. And I told them that like, when you're backing up, you need to like put your hands over there to see like... Oh, and to like scan yeah. everything? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yeah. So وقتی وارد یه intersection machine, کلن همه جا رو اسکن کنید، یعنی قشنگ اینجوری کلت رو رو چرخ کنید و that's pretty much it, right? That's pretty much it. Yeah. Pretty much it. من به ایمان رسیدیم همین الان به نمون یه پاک ریز هم بزنیم اون هم still recording. It's flexing the backup cam. I think they already know how my car is looking right now. That's my roommate. You want to say anything? Hi, everybody. What do you think about Iranian people? Iranian pretty culture. Cool, pretty cool. It's cool culture. All right. So yeah, that's pretty much it. And that's it. That my content. کامل توضیح دادم همه چیو. اگر سوالی چیزی دارین توی کامنت سیکشن بنویسین، اگر ویدیو رو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب هم که دیگه یادتون نره دیگه. دمتون گرم که حمایت میکنین. چاکس.